به نام یاد خدا سلام بر شما. امروز شنبه 18 سنبله سال 1402 هجری خورشیدی برابر است با 9 سپتامبر 2023 میلادی. سرخط خبر: 18 سنبله 22مین سال روز ترور احمد شاه مسعود. تاجران در گذرگاه ترخم میوه و سبزیجاتشان را لیلام کردند. استخراج معدن سنگ کرومایت در پکتیکا آغاز شد. کشف آثار باستانی برزش 27 میلیون دلار از قاچاقچیان در بامیان. و خبر اخیر این که صعود تیم کوهنوردی آریانای افغانستان به قله 3575 متری ریزان ایران. به مشروع خبرها با من محمود صمیمی خوش آمدید. 18 سنبله با 22مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود مصادف است. احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور و رهبر پیشین جبهه مقاومت ملی افغانستان، 22 سال پیش از امروز از سوی دو مرد که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در پی انفجار در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار کشته شد. پس از مسدود شدن گذرگاه ترخم بر اثر درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان، شماری از تاجران افغانستان میوه و سبزیجاتشان را به حراج گذاشته است. طالبان از آغاز کار استخراج معدن سنگ کرومایت در ولسوالی گیان پکتیکا خبر می‌دهد. دفتر رسانه‌های والی طالبان در پکتیکا روز شنبه 18 سنبله با نشر خبرنامه از آغاز کار استخراج معدن سنگ کرومایت در ولسوالی گیان این ولایت خبر داده است. در خبرنامه آمده است که قرارداد استخراج این معدن در کابل با یک شرکت خصوصی داخلی صورت گرفته است و نظر به این قرارداد حدود 90 هزار تن سنگ کرومایت از این معدن استخراج می شود. وزارت دفاع ملی و حکومت طالبان خبر داده است که تعدادی از آثار باستانی که ارزش آن حدود 27 میلیون دلار می باشد کشف و ضبط و 3 تن در پیوند با قاچاق آن دستگیر شده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که آثار کشف شده شامل 2 مجسمه، 2 جسد مومیایی شده، 1 تاش طلا، 5 صندوق، 2 شمشیر و 1 کتاب با 17 صفحه طلا نوشته شده می باشد. و صعود تیم کوهنوردی آریانای افغانستان به قله 3575 متری ریزان. این تیم به تعداد 14 کوهنورد، 5 خانوم و 9 آقا می باشد و به سرپرستی محمد ولیزاده این قله را صعود کرد. این قله از مرتفع ترین قله در شهرستان لواسانات و در روستای افجق قرار دارد. بیننده های عزیز، از توجه و همراهی شما تا این دم تشکر. خداوند یار و نگهدار شما.